بچه ها، بچه ها، بچه ها، این پرچم ایران ماست. مظهر پایندگی ایمان ماست. دارد این پرچم نشانی از سپهر. این سرنگ آمیخته با جان ماست. سبز آن دارد نشان از خرمی. جنگل مازندران گیلان ماست. این سپیدی آید از جانهای پاک، برگرفته از دل پیران ماست. قرمز آن رنگ میهندوستی، خون پاک اندر ره جانان ماست. شیر باشد مظهر قدرت عیان، یادگار از پارسی شیران ماست. نور میتابد کنون از پشت او، روشنی بخش دل یاران ماست. میکشیم با افتخار بر دوش خود، بچه ها، بچه ها، بچه ها، این پرچم ایران ماست. درودی دارم بسیار گرم از شرق امریکا به تمام هموطنانم در سرتاسر گیتی که در تمام کشورها و شهرهای دوردست این کره خاکی 45 سال هست که پریشان و سرگردانه. نمیتونم بگم اکثریت، ولی خیلی ها رو من میشناسم که مایل هستن دوباره به مام وطن برگردن و اگر خدمتی میتونن در اونجا انجام بدن. به هر حال بهتاد جاودان هستم از کانال یک و با سری برنامه های پگاه نیکندیشی، 75 برنامه پگاه نیکندیشی خدمت شما عزیزان میرسم. با امیدوارم در 20 دقیقه آینده که فرصتی هست سخنانی رو در مورد اوضاعی که امروز با اون سرکار داریم خدمت شما تقدیم کنم و قبول شما واقع بشه. چیزی که برای برنامه این هفته انتخاب کردم مسئله مهسا، قیام و خیزشی بود که با ریختن خون او آغاز شد، مهسا و بعد نیکا و امروز توماج و هزاران مثل توماج. اگر ما فقط میگیم توماج، این به این معنا نیستش که فقط از اون حمایت میکنیم، بلکه تمام زندانیان سیاسی. الان یک زندانی سیاسی دیگه به نام رضا رسایی در خطر اعدام هست و هر لحظه امکان داره که ببرنش از سلول انفرادی به جوخه اعدام. جمهوری اسلامی در یک ماه گذشته بیش از 175 نفر رو اعدام کرده و صحبت من هم بر همین مبناست. ببینید عزیزان، بینندگان عزیز، یاران، دوستان، روی سخنم بیشتر با اون کسانی است که به این میهن اهمیت میدن و سعی دارن که در کنار نجات دادن خودشون حداقل کاری هم برای میهن انجام بدن، مخصوصا جوانانی که این روزها با رشادت تمام در خیابان‌ها هستند و از هر فرصتی استفاده میکنن. مهم نیست بچه دبستانی هن، دبیرستانی هن، دانشگاهی هن، زمین فوتبال، خیابون مترو، ایستگاه اتوبوس، هر کجا که هست اعتراض خودشون رو به این شرایط موجود اعلام میکنن. روی سخن من با این عزیزان هست، نه اون کسانی که میگن آقا به ما چه، ما نون خودمون رو داریم میخوریم و کار کسی نداریم. غافل از این مسئله هستن که اولا این نونی که دارن میخورن دارن در خون میزنن و میخورن، و دوم که اونها هم تأمین نیستن، چون بالاخره بچهشون تو همین اوضاع باید به مدرسه بره، سوار همین مترو باید بشه، این خشونت ها رو باید ببینه، اعتیاد رو باید ببینه، فحشا رو باید ببینه و
هلیکوپتر که نمیتونن بفرستنش مدرسه یا دانشگاه. بالاخره همه اینها رو میبینه با چشمان خودش. این خشونت هایی که نسبت به جوانان این روزها با این طرحهای کذا به قول خودشون پیاده کردن روی سر جوانان واقعا اسفباره. در قرن 21 هجری و در سال 1403 قرن 15 شمسی، البته با تاریخ اونها، با تاریخ ایرانی که بیش از 7000 ساله، تاریخ های متفاوتی داریم، ولی به هر حال امروز ایران در کجا ایستاده؟ ببینید یک سال و نیم قبل وقتی در 31 شهریور مسئله مهسا پیش آمد، در یک روز پایان تابستان و این دختر رو که از شهرستان اومده بود برای چند روز گردش با برادرش به تهران و حجاب کاملا پوشیده ای هم داشت، ولی خب این اجانب و این مریض های روانی که مثل عروسک کوک شدن و به خیابان ها فرستاده شدن، اینها این حرف هایشون نیست، یکی رو نشون میکنن و گیر میدن. وای به حالی که او از این شرایط آگاه نباشه و ندونه که چگونه با این شرایط کنار بیاد. بلافاصله خب اینها اون بلایی که دلشون میخواد بر سرش میارن، یعنی دستگیری و نمیدونم اعزام و جریمه و در این حد اقلشه دیگه، جریمه های نیم میلیون تومانی، 1 میلیون تومانی برای حجاب و اگر پرونده کلوفتری نسازن، پرونده قطورتری نسازن. به هر حال چون مهسا یک دختر شهرستانی بود، یک دختر کرد بود و به تهران آمده بود و نمیدونست این شرایط رو، تا به حال باش مواجه نشده بود، خب مقاومت کرد در برابر اینکه دستگیرش کنن، دومن بندازن، ببرنش، هم خودش هم برادرش، و به دست این ناجوان مردان مضروب شد. یعنی چه در زمان دستگیری و بعد چه در زمانی که از ون پیادهش کردن که تو اون قرارگاه ببرن، شاهدان گفتن که چند بار با باتون به بدن و سر او زدن. و خب همین باعث شد که ایشون هم تنها نیست، بسیاری بسیاری میگم همه اینها پرونده شده، بسیاری از دختران و پسران که باتون به سرشون خورده اون لحظه خب سردرد شدید میگیرن و اینها و متوجه نیستن که چه بلای سرشون اومده، ولی بلا فاصله اون شروع میکنه خونریزی مغزی در داخل و اگر مراجعه نشه به بیمارستان و امدادهای لازم انجام نشه، اون خونریزی مغزی در عرض چند ساعت اون طرف رو میکشه. دخترانی بودن که بازداشت شدن، حتی بعد از بازداشت آزاد شدن، اومدن خونه و به مادرشون به پدرشون گفتن فقط سردرد دارن، چیزی نیست، و رفتن خوابیدن و صبح که رفتن بهشون سر بزنن دیدن که اینها جان به جان آفرین تسلیم کردن. چرا؟ چون همونطور که عرض کردم اون خونریزی مغزی باعث میشه که در عرض چند ساعت طرف کشته بشه. به هر حال مهسا به همین صورت کشته شد به دست این ناجوان مردان و این داستان در یک سال و نیم گذشته کماکان ادامه داشته. بعد هم که شورش های بسیاری در تمام شهرها در اعتراض به این مسئله پیش آمد و به قول اونها 500 تا، ولی همونطور که بارها عرض کردم بیش از 1500 جوان رو اینها به طرق مختلف، نه مثل جریان بنزین که از بالا با گوله می زدن تو مغز میدادن، نه این بار سعی میکردن که با تفنگ‌های ساچمه‌ای بزنن. خیلی از دختران کور شدن، پسران کور شدن، چشماشون از دست دادن، بدنهاشون آشولاش شد و ضمناً بسیاری هم در خیابان به وسیله همین زد و خوردها و خوردن باتون به سرشون کشته شدن. بعضی هم به وسیله گلوله و در بازداشتگاه ها زیر شکنجه.
که همه اینها دونه دونه تک تک این خانواده ها رو زیر فشار قرار دادن، جسد این جوان ها رو به دهات دوردست بردن، بچه که در تهران زندگی میکنه در تهران کشته شده، جسد رو مثلا بردن یکی از دهات برازجان خاک کردن یا استان کوکیلویه در یه دهی خاک کردن، برای اینکه اجتماعی پیش نیاد سر مزارش و الی آخر. این حکومت عدل علی و اسلام ناب محمدی و امام زمانی اینگونه با مردم خودش رفتار میکنه، ببینید با بقیه چگونه رفتار خواهد کرد. نمونه رفتارشون رو از جوانان غزه دیدیم که وقتی حمله کردن به اسرائیل با خانواده مردم چه کردن اینها، که پدر رو جلوی خانواده کشتن، مادر رو هم با بچه ها به گروگان بردن و الان هم داستانش هنوز ادامه داره. یکی از عللی که اسرائیل به هیچ وجه حاضر نیست در برابر اینها کوتاه بیاد، چون اینها رو میشناسه، میدونه چه جانورانی هستن. به محض اینکه یک کم کوتاه بیای دوباره و سه باره و ده باره این کار رو تکرار میکنن، همون طوری که در ایران الان این کار رو دارن تکرار میکنن. به هر حال این روزها عزیزان صحبت‌های بسیاری در مورد نیکا هست. اولا من خدمتون بگم که همون موقعی که نیکا کشته شد تمام جزئیاتش بیرون اومد. من به هیچ وجه گول بی بی سی رو نمیخورم. خدمت شما بینندگان عزیز عرض کنم بی بی سی مادر جمهوری اسلامیه، زایدتش هیچگاه بر علیه بچه خودش اقدامی نمیکنه. اگر اقدامی میکنه موذیانه است، برای ردگم کردنه، برای ترسوندنه، برای هزار یک دلیل دیگه است، الا اینکه جمهوری اسلامی رو رسوا، به خاطر اینکه همه میدونستن که نیکا رو از تو خیابون دزدیدن، نیکا رو بردن بهش تجاوز کردن و آثار ضرب و شتم و همچنین تجاوز بسیار وحشیانه روی بدن این دختر بود و بعد هم جسد اینو از بالای ساختمان پایین انداختن و زنگ هم زدن که آقا این خودکشی کرده، چون نمیخواستن به اون وضع ببرن. این داستان هایی که الان بی بی سی نقل میکنه که از منابع نمیدونم اطلاعاتی فلان اینها، اینها همش داستانه. چرا؟ به خاطر اینکه یه ذره از حقیقت رو میگه، یعنی اون قسمتی که چند نفر اینو تو خیابون دزدیدن، تعقیب کردن، بعد دزدیدن تو ماشین برداشتن بردنش، این قسمت رو میگه، اما بقیه قسمت ها رو لوس میکنه. مثلا شما میبینید که در گزارش بی بی سی آمده که آقا میگن تو اون ماشین تاریک بود، ما اصلا نمیدونیم که چی به چیه، بعد یکیمون یا یکی از اینها نشسته بود روی سینه این دختر و مثلا دستش رو فقط کرده بود تو شلواری، که خب این اصلا و ابدا با گزارش پزشکی قانونی که درد شده بود و مادرش هم این گزارش رو گرفته بود که آقا به شدت به این دختر تجاوز شده، اینا هیچ اسمی از اون نمیارن که چجوری این تجاوز کی کجا چجوری شده و چرا بعدن جسد این دختر در اون جلو اون ساختمان به اون صورت پیدا شده. هیچ کدوم از اینا حرف نمیزن. به هر حال ملت ایران گوشتون رو کر کنید نسبت به این رادیوها و تلویزیونهای بیگانه. اینها هیچ کدومشون برای مصالح شما و بر ضد جمهوری اسلامی حرف نمیزنن. اگر یک جا یک چیزی از 100 تا خبری که میگن یکیش راست هست، اون یه دونه راست هم برای این میگن که شما نظرتون جلب بشه و به طرف اینها کشیده بشید و سعی کنید اخبار رو از اینها بگیرید. در صورتی که بی بی سی در 45 سال گذشته به وضوح نشون، 45 سال که چه عرض کنم 100 سال گذشته، نشان داده که دقیقاً با دسیسه و نیرنگ بر علیه ملت ایران مشغول به کار، اصلا وظیفش اینه.
آخه دولت انگلیس چه بدهکاری داره به ملت ایران که بیاد براش رادیو بزنه، تلویزیون بزنه؟ و این گونه گزارش ها هم فقط به فقط برای لوس کردن اصل مطلب، که آقا دو تا بچه بودن اینا نفهمیدن چه کار کردن یا تو تاریکی بوده، هیچ کدوم گزارش نمیدن که آقا چجوری این تجاوزا به این دختر بچه 16 ساله که از تو خیابون رو بوده بودید انجام شده. فقط به فقط میگن آقا تاریک بوده تو اون اتاقک فلزی، ما هیچی نمیدیدیم، هیچ خبری نبوده، چیزی نبوده، و بعد هم هیچی، قضیه لوس و تمام. ولی اینطور نیست. در این بیداری هایی که از جانب ملت ایران اتفاق افتاد، ایرانیان عزیز، این جیرخاران جمهوری اسلامی، عرض کردم حداقل در اون بحبوحه یعنی یک ماه اول بیش از 1500 نفر رو با سند و مدرک اینها کشتن، عرض کردم یا در بازداشتگاه یا زیر شکنجه یا بر اثر ضربات باتون یا با گلوله یا با خفه کردن یا با هر چی. و 1500 بعد هم تمام این جوانهایی که به خاطر مسئله حجاب مخصوصا دختران رو دستگیر میکنن، خدا میدونه که بر اینها چه میگذره تا اینها از اون بازداشتگاه ها در بیان. روایت هایی که از داخل زندان ها بیرون میاد، دقیقا زندانیانی که میتونن میان بیرون و بعد یا به طرقی خبر رو بیرون میپرسن، به خوبی میگن که چه میگذره. جناب کارگردان اگر ممکنه اون ویدئوی شماره اول رو نشون بدید، ببینید وقتی در خیابان این گونه رفتار میکنن، وقتی که در یک اتاقی 6 تا نرگول به جان یک دختر میفتن چه باهاش میکنن. لطف کنید این ویدئوی شماره یک رو نشون بدید. اگر اگر اشتباه نکنم یکی از شهرهای مرکزی ایران ایستاد و به این صورت اعتراض خودش رو به شرایط موجود اعلام کرد، و این نشون دهنده این هست که این اعتراضات نه تنها پایان نگرفته که هم بر ابعادش افزوده میشه و هر روز هم بیشتر و بیشتر در تمام شهرها شما این مبارزه رو میبینید. لطف کنید ویدئو شماره 2 رو نشون بدید. منظورم ویدئو شماره 2 بود. اینی که مثلا فرض بفرمایید یک پلیسی با خونسردی تمام زانوشو بگذاره روی گردن یک سیاه‌پوستی و همطور نگه داره و فشار بده تا او جان بده، او التماس کنه، استغاثه کنه، اینم خونسرد بشینه روی او و فشار بده، چند تا پلیس دیگه هم وایسن تماشا کنن و هیچ اقدامی نکنن، این یه چیزی نیست که جدید وجود آمده باشه، این یک طبیعت آمریکایی اینه. این کاریست که آمریکایی‌ها با همه دنیا تا حالا می‌کردن، با افغانستان همین کارو کردن، با عراق همین کارو کردن، با سوریه همین کارو کردن، با خیلی از کشورهای دنیا قبلها با ویتنام همین کارا رو کردن. این اخلاق آمریکاست، این طبیعت حکومت آمریکاست، امروز اینجوری خودش رو نشان میده. سپاسگزارم از شما. بله، همونطور که دیدید چگونه با وحشیگری هرچه تمامتر در خیابانها با جوانان ایران رفتار بود. لطف کنید ویدئو شماره 3 رو هم نشون بدید که ادامه همین، یعنی ادامه همین مسئله است. و بخون توی واقعی تقابل بیشرف و باشرف در عرف Thank you.
ملاحظه کردید چجوری با پوتین تو بدن این جوان، با باتوم، با پوتین به بدن این جوان میزدن، تو سر این جوان میزدن، دیدید بدنش چقدر آثار باتوم بود. خب وقتی در وسط خیابان این کار رو میکنن، تصور کنید که وقتی که به بازداشتگاه میرن و در اون سلول ها اسیرن و دستاشون پشتشون بسته است، این جوان هم دستش پشتش بسته بود. آقای خامنه ای برای اون سیاه‌پوست مواد فروش دغلکار اونجا روزه گرفته و گریه میکنه، اما این جوانانی رو که اینطوری دستشون از پشت بسته است و تو خیابون روز روشن شکنجه میشن، اینها رو نمیبینه. به هر حال وقت من کوتاه است، فقط میخواستم این مسئله رو خدمت شما عزیزان اعلام کنم که امروز جان توماج در خطره، جان رضا رسایی در خطره و جان صدها جوان مثل اینها، چون جمهوری اسلامی به هیچ عنوان تحت هیچ شرایطی نمیتونه از اون روشش دست برداره. از روز اول روشش کشتار، خشونت، شکنجه، زندان، تبعید و چیزای شبیه این بوده. شما به من یک روز رو نشون بدید، یک روز رو در این 45 سال که این روش رو عوض کرد، یه مقدار نرمش به وجود آورده. به هیچ وجه. یعنی اون خوی خصلت حیوانی همیشه درش هست و هر زمان که لازم باشه با تمام وجود این مسئله رو روی سر ملت ایران پیاده میکنه. ملت ایران هم به نظر من، بهداد جاودان عرض میکنم، فقط به فقط دو شاخصه داره ولا غیر. یک، پرچم سرنگ شیر و خورشید که در مورد اون هم یه مطلب دارم، و شاهزاده رضا پهلوی. فقط به فقط این دو محور هست که میتونه ملت ایران رو یک پارچه بکنه، گرد هم بیاره و از این شرایط دهشتناک نجات بده. در مورد پرچم، مسئله که دارم این هستش که این روزها بسیار من دیدم صحبت میشه پرچم تاجدار، پرچم بدون تاج. عزیزان، گول این مطلب رو نخورید. بینندگان عزیز، یه ذره مطالعه کنید. پرچم ملی ایران، پرچم قانونی و ملی ایران، پرچم سرنگ شیر و خورشید هست. همینی که کنار دستم هست، اون پرچمی که تاج داره، بسیار عزیز، بسیار مهربان، بسیار مورد تایید من، اما پرچم ملی ایران نیست. پرچم تاجدار، پرچم گارد جاویدان در زمان اواخر دوران شاهنشاهی بود. پرچم ملی ایران نیست. دقیقا شاهزاده هم به همین مسئله تأکید دارن و هر کجا شما ایشان رو میبینید کنار این پرچم ایستادن، نه پرچم تاجدار. چون عرض کردم پرچم تاجدار یه پرچم نظامی است، پرچم ملی ایران نیست. ما امروز به مسئله نظامی احتیاج نداریم، بلکه به مسئله ملی احتیاج داریم. و نشان ملی ما که متعلق به تمام ایرانیان هست، پرچم سرنگ شیر و خورشیده و اون شخصیت ملی که میتونه ما رو دور هم جمع کنه، به نظر من شاهزاده رضا پهلوی هست. امیدوارم که من حدود 186 برنامه در مورد پرچم انجام دادم و در اون 186 برنامه بارها بارها این مسئله رو اهمیتش رو توضیح دادم. هرچه ما بخوایم اضافه کنیم به این یا کم کنیم، شیرش رو حذف کنیم، شمشیرش رو حذف کنیم، رنگش رو عوض کنیم، هر کاری بکنیم، این تغییر در نشان ملی هست و ما حق نداریم این کار رو انجام بدیم. وقت من تمام هست. از همه شما خداحافظی میکنم، شما رو به ایزد منان میسپارم. در آخر برنامه هم یه ویدیو شاد برای شما آوردم از خطه آذربایجان، امیدوارم که باعث ترنم
خاطر شما بشه، برافراشته باد پرچم سرنگ شیب خورشید ایران و پاینده ایران عزیز ما. ما هستیم. Düşürem kemenden ey vefasız yarım her seni gören bin kelime kesen düşürem kemenden ey vefasız yarım seni sevmemey olmaz bu nikah bineydi gözüm seni yokluğuna sızlamayım mesteceğim ki dünya bir olsa sen benim sen benim gülüm ey vefasız yarım seni sevmemey olmaz bu nikah bineydi gözüm seni yokluğuna sızlamayım mesteceğim ki dünya bir olsa sen benim sen benim gülüm ey vefasız yarım ey vefasız yarım.